سلام مجدد خدمت شما دانشجویان گرامی. توی این قسمت میخوایم راجع به الگوریتم هشتگ ها در اینستاگرام صحبت بکنیم. دوستان، ما راجع به بحث هشتگ گذاری و نحوه چیدمان هشتگ زیر پست ها در یک ویدیو آینده، در ویدیو جلوتر در فصل های آتی صحبت خواهیم کرد. در این ویدیو میخوایم راجع به چیستی و ماهیت هشتگ ها در اینستاگرام صحبت بکنیم و بشناسیم هشتگ ها رو که اصلاً از کجا پدید اومدن، به چه منظور بودن و الان چند نوع هشتگ داریم، چجوری استفاده میشن، کجاها هستن، چی کار بکنیم که دستبندی درستی داشته باشیم. همه اینا میخوایم صحبت کنیم. هشتگ ها در ابتدا، یعنی در گذشته، بحث دستبندی رو صرفا داشتن. این صحبت که میکنم دوستان برای وقتی که حتی بیزینس پیج هم در اینستاگرام نبود و این سایت و اینها نبود، شاید برای دقیقاً حدود 5-6 سال پیش، 6 سال پیش، 7 سال پیش گذشته میشه. هشتگ ها در ابتدا ابزاری برای دستبندی بودند، مثل تلگرام الان که شما میتونید هشتگ بزنید دستبندی کنید. اما هرچی آپدیت شد اینستا و پیشرفته تر شد، به یکی از ابزار اصلی مارکتینگ تبدیل شد. این نکته رو بگم، در همون موقع هم جز ابزار مارکتینگی بود، اما به این شکل، به دلیل نبود این سایت، به دلیل نبود بیزینس پیج ها، به این شکل باهاش برخورد نمیشد. ما الان سه نوع، وقتی در قسمت تگ یا همون هشتگ های سرچ اینستاگرام میریم، با سه تا تپ مود مواجه میشیم: یک تاپ، دو ریسنت، سه ریلیز. من با ریلیز کاری ندارم، چون اومده بر اساس محتوا جدا کرده. شما میتونید ریلیز های با هشتگ های متفاوت تولید بکنید که خب این امری بوده که در پست ها و استوری ها غیره هم بوده. میذاریمش کنار. با این دو تا بحث کار داریم، تاپ و ریسنت. هشتگ ها چی هستن؟ هنوز ماهیت هشتگ همون دستبندیه، اما ما باید بتونیم درست دستبندی بکنیم. ببینید، یه علمی در دنیا هست به اسم، حالا معادل فارسیش میشه چیدمان فروشگاه، که قفسه ها رو وقتی میخوان دستبندی بکنن، به چیدمان این خیلی دقت میکنن که چه محصولی یا چه کاتگوری محصولی رو کجا بچینن. به عنوان مثال، اگر بیشتر تو فروشگاهی خارج از کشور این رو من دیدم، حالا داخل کشور هم امکان داره باشه فروشگاهی که به این صورت عمل کردن، اسباب بازی ها رو تو طبقات پایین فروشگاه میچینن. به چه دلیل؟ به این دلیل که مخاطب اصلی اسباب بازی کودکان هستن. شاید یه مادر و پدری برای تولد فرزندشون برن اسباب بازی بخرن، ولی 90% اسباب بازی هایی که توی فروشگاه هست بچه ها میبینن و خوششون میاد و خرید میکنن. 10% امکان داره مادر و پدری تنها برن برای فرزندشون اسباب بازی بخرن. برای همین اینا رو تو طبقه پایین میچینن، چون قد بچه ها معمولا کوتاهه، مستقیم جلوی دید این عزیزان و این بچه ها قرار میگیره و نظرشون رو جلب میکنه. ما هم تو هشتگ ها دقیقا میخوایم همین کارو بکنیم. یعنی اگر من به عنوان یک فردی که تازه وارد بحث، مثلا عرض میکنم بورس شدم، میخوام آموزش بورس رو ببینم، هشتگ آموزش بورس رو سرچ میکنم، اگر شما بتونید درست دستبندی بکنید به عنوان یک فردی که دارید تولید محتوا در زمینه بورس میکنید، من باید پست شما رو تو هشتگ ها ببینم. حالا تاپ و ریسنتش رو تو بعدی با هم صحبت میکنم. چرا باید ببینم؟ به این دلیل که شما اصل کارتون آموزش بورسه، پس من باید مخاطب هدف به شما وصل بشم از طریق هشتگ. اگر من مخاطب سواد رسانه‌ای و سواد هشتگ رو داشته باشم، میام تو اینستاگرام از طریق هشتگ ها سرچ کنم آموزش بورس، که خدا رو شکر الان بیشتر افراد و کاربرهایی که در اینستاگرام دارن فعالیت میکنن این دانش رو دارن و خیلی سطح دانش خوبی دارن. توی چند ویدیو قبل من راجع به دلایل انتخاب اینستاگرام و مقایسش با شبکه‌های اجتماعی دیگه صحبت کردم، یکی از نکات همین بود. دوستان ببینید، علم مردم در اینستاگرام و کارکردشون به شدت بالاست، خیلی علم و نحوه کارکرد خوبی دارن، اکثر بخش‌های اینستاگرام و اکثر مردم میشناسند و میتونن باهاش کار بکنن. به عنوان یک یوزر، من به عنوان فردی که مدیریت پیج میکنه رو نمیگم، اتفاقا تو این ور خیلی ضعف داریم، ولی به عنوان یک کاربر، افراد از 80% 70% کاربرها از تمامی بخش‌های اینستاگرام آگاهن، میدونن هشتگ رو کجا باید سرچ کنن تا برن ببینن پست‌ها رو، قشنگ اکسپلور رو آشنایی دارن و این یکی از نکات است. بس خارج نشیم. پس چی شد؟ قرار شد که شما محتواتون رو جوری دسته‌بندی کنید که من مخاطب هدف ببینم. حالا ریلیز رو بذاریم کنار، تاپ یا ریسنت. هشتگ‌ها در ابتدا میرن سراغ ریسنت،
یعنی شما وقتی پستتون رو میذارید پستتون در ریسنت قرار میگیره به جز یک حالت خاصی که بهتون میگم. ریسنت قرار میگیره یعنی در 10 دقیقه 20 دقیقه گذشته شما پست رو گذاشتید. خب چه جوری میشه که هشتک میره تو تاپ؟ سه تا اتفاق میفته. یک، اون پست قبل از اینکه هشتک بره توی تاپ هشتک ها وارد اکسپلور میشه. شرایط اکسپلور رو توی ویدیو مجزا با هم حرف میزنیم. فقط بپذیرید که پست رفته داخل اکسپلور. دو، اینتراکشن به شدت بالایی پیدا کرده، چه از طریق هشتگ ها چه از طریق خود پیج. یعنی 70% فالوورهای پیج اون پست رو لایک کردن، کامنت گذاشتن، سیو کردن، فوروارد کردن. اگر 100 تا فالوور دارید 70 تا اینتراکشن زیر پستتونه. 70 تا پست یعنی مجموعا 70 تا لایک، 70 تا مجموع لایک و کامنت و سیوتون بشه 70 تا. اگر همچین اتفاقی بیفته پست شما از ریسنت تبدیل میشه به تاپ. حالت سوم، در همون ریسنت یک دفعه بازدید خیلی زیادی ببره. این برای چه دسته از افراد هست؟ چه پیجایی؟ پیجای خبری معمولا اینجوری میرن تو تاپ هشتگ. چرا؟ چون اخبار روز رو میذارن و کسایی که هشتگ‌های خبری رو دنبال میکنن اخبار داغشون یه دفعه مورد توجه قرار میگیره و ورودیش به شدت میره بالا. حالا ما از اینجای آموزشمون به بعد مدام راجع به چندین تا مسئله مثل اینگیجمنت، مثل هشتگ ها، مثل پست گذاری صحبت میکنیم. پس فعلا دانش همین رو داشته باشیم که تاپ هشتگ ها چجوری چیده میشن، ریسنت ها چجوری چیده میشن. بریم سراغ انواع هشتگ ها، دستبندی هشتگ ها. ما دو تا دستبندی داریم، یکی دستبندی هشتگ های عمومی یا جنرال و یکم دستبندی تخصصی یا اسپشیالیتی. خب هشتگ های عمومی چه هشتگ هایی هستند؟ هشتگ های تخصصی چه هشتگ هایی هستند؟ هشتگ های تخصصی معمولا میزان پست هایی که درشون هست کمتر از 1000 تا پسته. حالا چرا؟ مثال همه اینا رو صحبت میکنم. تعداد پست هایی که تو هشتگ های تخصصی هستون بالا می نویسه براتون کمتر از 1000. توی هشتگ های عمومی معمولا بیشتر از 1000. معمولا هشتگ های اختصاصی به یک برند خاص اختصاص دارن. تو هشتگ های عمومی اختصاصی به برند وجود نداره. این که اختصاص به برند وجود داره یعنی چی؟ یعنی ما اگر داریم راجع به یک لوازم خانگی صحبت میکنیم، راجع به یک گاز صحبت میکنیم، هشتگ عمومیش میشه گاز، گاز آشپزخانه. هشتگ اختصاصیش میشه، تخصصیش میشه گاز آشپزخانه بوش مثلا. اختصاص به برند دارن. تو هشتگ های جنرال اختصاصی به برند وجود نداره. توی بحث تخصصی، هشتگ های تخصصی کلمات هم تخصصی هستند. یعنی بعضا میبینیم آموزش بورس که در طب قبلی با هم صحبت کردیم میشه هشتگ عمومی، کلمات تخصصی نیستن، اسامی معروف هستن، مثل همین آموزش بورس. کلمات تخصصی به عنوان مثال میشه آموزش کارکرد با یک متاتریدر خاص، اسم اون متاتریدر، یکی از مباحث آموزش بورس. به عنوان مثال دیگه مثلا آموزش تعمیر آیفون 7. ببینید این بحث کاملا کلمه تخصصی، یا آموزش تعمیر برد آیفون. خب این کاملا تخصصیه چون کلمه برد داره میاد داخلش. یعنی ما اختصاصا میخواییم برد آیفون رو تعمیر بکنیم در این ویدیو، ولی توی اسامی معروف آموزش تعمیرات گوشی اصلا هیچ بحث تخصصی نیست. گوشی هر گوشی میتونه باشه. و یه نکته ظریف دوستان توجه بکنید، خیلی از عزیزان میگن که هشتگ های عمومی یک سیلاب دارن، ولی اینطور نیست. درسته که سیلاب ها منظورمون همون آندرلاین هایی هست که بین هشتگ ها گذاشته میشه، یعنی هر اسپیسی که شما در کلماتتون میزنید یه آندرلاین توی هشتگ حساب میشه دیگه. دوستان میگن هشتگ های عمومی معمولا یک آندرلاین بیشتر، یعنی تک سیلاب هستن. هشتگ های تخصصی سیلابشون دو تا سه تاست. درسته هشتگ های تخصصی معمولا سیلاب بیشتری دارن، ولی اینکه عمومی ها یک دونن کاملا اشتباه هستش. نه، من این الان براتون مثال زدم، تعمیر گوشی یک هشتگ عمومی دو سیلاب است. تمامی این شرطایی که خدمتتون عرض کردم داره، قطعا بیشتر از 1000 تاست، اختصاص به برند نداره. ما داریم میگیم گوشی، حالا چه گوشی خدا میدونه، اسامی معروف رو هم شامل نمیشه، ولی دو تا سیلابه. حتی آموزش تعمیر گوشی،
حالا اینکه آموزش ما اینجا بذاریم یا نذاریم که بشه سه سیلاب یا دو سیلاب رو توی بحث هشتگ گذاری با هم دیگه صحبت میکنیم. و نکته آخر، هشتگ های تخصصی ایجی یا انگیجمنت نسبتاً بالا دارن. چرا؟ به خاطر اینکه مخاطب خاص دارن، به خاطر اینکه وقتی مخاطب سرچ میکنه تعمیر برد آیفون 7 یا میخواد یاد بگیره تعمیر بکنه یا میخواد یه جایی رو پیدا کنه که برد گوشیشو بده تعمیر بکنن. و وقتی پستی با محتوای مناسب، این شرط رو در نظر داشته باشید، محتوای مناسبش رو میبینه، بی برو برگرد، شانس توجه و اینتراکشن و لایک و کامنت گذاشتنش تو این بیشتره تا اینکه ببینه تعمیر گوشی. ما داریم کلی میگیم، یعنی نسبت لایک هایی که به 1000 پست در هشتگ تخصصی گرفته با 1000 پست تو هشتگ عمومی گرفته رو داریم مقایسه میکنیم. امکان داره یه پست تو هشتگ عمومی خیلی لایک بیشتری داشته باشه، یعنی اینگیجمنت بیشتری داشته باشه، ولی ما منظورمون کلی هست. شما فرض کنید یک هشتگ آیفون 7 پلاس رو با هشتگ آیفون مقایسه میکنیم. هشتگ آیفون 7 پلاس کلا 500 تا پست داره، هشتگ آیفون خالی شاید 2 میلیون پست داشته باشه، 1 میلیون پست داشته باشه. خب این 1 میلیون پست قطعا مشخصه که میزان لایکش خیلی بیشتر از این هست. ما اختصاصی داریم صحبت میکنیم، یعنی مطالبی که مربوط به آیفون 7 هست یا 7 پلاس هست، چون هشتگ تخصصی برای خودشه تعامل بالاتری داره و در هشتگ های جنرال تعامل پایین تره. حالا بریم با هم دیگه مثال ببینیم. هشتگ های جنرال، از ساده ترین مثال، اسامی شهرها تهران، علایق عموم مردم، ثروت، پول، ماشین، اسم فصول، تابستان، زمستان، کالاهای روزمره مردم، لبنیات، شیر، اسامی حیوانات، سگ، گاو، گربه، خرگوش، ابزارآلات، ماشین، لاستیک، چرخ، پوشاک. حالا میریم سراغ اسامی اسامی اسخای میکنم عمومی که یه سیلاب بیشتر دارن. پوشاک یک هشتگ عمومیه. پوشاک ارزان هم هشتگ عمومیه دوستان. چرا؟ آیا اختصاص به برند داره؟ نه. آیا اسم خاصی توش اومده؟ نه. تعدادش بیشتر از 1000 تاست، مطمئن باشید بیشتر از 1000 تاست. اینگیجمنت بالایی هم پایینی هم خواهد داشت. پس پوشاک ارزان میشه هشتگ عمومی. کتاب خوب اختصاص به برند داره؟ نه. کلمه تخصصی توش هست؟ نه. کتاب خوب مطمئن باشید بیشتر از 1000 تاست و پس میشه جزء هشتگ های عمومی. حالا ما همین پوشاک ارزان رو میخوایم بکنیم هشتگ تخصصی. ببینید خیلی جالبه، میشه پیراهن ارزان. چرا؟ چون پیراهن کلمه تخصصی هست، کاتگوری خاص داره میده به محصول ما. کتاب، اسم کتاب میشه هشتگ تخصصی. تهران مگه اینجا عمومی نبود؟ کافه ایکس ایگرگ تهران میشه هشتگ تخصصی. چرا؟ اختصاصا اسم برند اومده، کلمه تخصصی توش اومده، پس این میشه اسم تخصصی. نمایشگاه ماشین هر اسمی که میخواد باشه، بنز، بی ام و، میشه تخصصی. حالا همه اینایی که ما دیدیم رفتیم سراغ اسم برند ها. یک سری از هشتگ ها با تلفیق چند هشتگ عمومی یک هشتگ تخصصی میسازن دوستان. یعنی چی؟ ببینید لبنیات اینجا یک هشتگ عمومیه، تهران اینجا یک هشتگ عمومی هستش، سنتی هم به نوبه خود یک هشتگ عمومیه، اما لبنیات سنتی تهران یک هشتگ تخصصی هستش. حالا ما چرا باید اصلا این هشتگ های عمومی و تخصصی رو با هم دیگه یاد بگیریم؟ الان خدمتتون عرض میکنم. ببینید دوستان، در بحث هشتگ گذاری وقتی میخوایم زیر یک پست ما همون دستبندیمون رو انجام بدیم، باید به دوتای اینها بپردازیم. چرا؟ به دلیل اینکه یک سری مطالب هست که مخاطب هدف منو به من وصل میکنه، مثل همون تعمیر برد آیفون 7. یعنی کسی که دنبال تعمیر برد آیفون 7 باشه مخاطب هدف شماست، اینجا هشتگش باشه پیدات میکنه. حالا این که دیگه جذبت بشه بستگی به محتوا داره که بعدا راجع بهش صحبت میکنیم، الان حرفشو نمیزنیم. ولی از طرفی امکان داره بر اساس محتوای جذاب شما یکی از هشتگ تعمیر گوشی هم جذب شما بشه.
پس دو طرف رو باید داشته باشیم. هشتگ‌های تخصصی بیشتر برای برندسازی و برندینگ استفاده میشن و جذب تعامل بالا. هشتگ‌های عمومی برای جذب بازدید زیاد و ورودی به پیج استفاده میشن. اینو فراموش نکنید دوستان که هشتگ‌های تخصصی پس شد برای افزایش تعامل، افزایش فروش بعضن محصول، وصل شدن به مخاطب هدف، و هشتگ‌های جنرال برای بحث افزایش بازدید و ورودی پیج. جفت هشتگ‌ها رو ما باید به خوبی با هم دیگه تسلط روش پیدا بکنیم، بشناسیم و بدونیم. این که صرفا بگیم این کافه مثلا ایکس تهران هشتگ تخصصیه به درد ما نمیخوره، درسته. کاربرد اینها رو ما توی بحث هشتگ گذاری در فصل پست گذاری کاملا صحبت خواهیم کرد. امیدوارم که موفق باشید. با ادامه آموزش با من همراه باشید.